یادمه که یه پنجشنبه و روزای حسینیه بود. این نبود که هنوز اجباریش بکنه حسینیه رفتن رو، ولی شاید قبول کردیم که بریم حسینیه به خاطر که احساس میکردیم توی یک قفس خیلی تنگی افتاده بودیم بدون هیچ ارتباطی، ملاقات همه قطع بود. برای همین فکر میکردیم باز یه فضاییه که بریم بیرون ببینیم مثلا به قول معروف چه خبره. حسینیه جایی بود که مصاحبه ها انجام میشد، بچه هایی که بریده بودند و تواب شده بودند صحبت میکردن. بعد از اینکه این تواب ها سخنرانیشونه کردن، همیشه لاجوردی عادت داشت یه صحبت هایی میکرد. من از پسرها شروع کرد اول. من روی پسرها الان خیلی تاکید نمی کنم که دقیقا، خیلی تو ذهنم نیست که دقیق چی گفتش. انقدر خوب دخترها رو به یاد دارم، مال 8 سال میشه، همونقدر تکونم میده که اون موقع تکونم داد. برگشت گفتش که فکر نکنید که ما شما رو باکره میفرستیم، اعدام میکنیم. با یه خنده خیلی زشت، یعنی من تمام یه مقدارم رو شیطنت این چشمندم رو زده بودم بالا، وایستاده بود، میدیدیمش از قصدم وایستاده بود که باکره اعدام نمیشید، این باکره اعدام نمیشید. خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. فکر میکنید که باکره اعدامتون میکنیم که مستقیم برید بهشت؟ که من اصلا نمیدونستم، یعنی نمیدونستم یعنی چه آیه ای اصلا تو قرآن وجود داره. فکر میکنم که حتی این آیهش هم خوند که دخترانی که نمیدونم باکره هستند مستقیم میرن تو بهشت از اینجور چیزا. یکی دوبار این جملهش رو تکرار کرد. وقتی برگشتیم آپارتمان خیلی سنگین بود، خیلی برای همه، جدا از این که جدا از شکنجهی که بچه ها می شدن برمی گشتن، نمی دونم، سکوت بند رو گرفته بود. من
یه چیزای خیلی مبهمی توی خاطرم از بحثای توی زندان هست. یادم میاد برامون کلاسای ایدئولوژیک میذاشتن تا به ما اسلام آخوندیسم یاد بدن. یکی از درس‌ها راجع به آیه بیزن بن قتلت بود که معنیش یعنی که به کدامین گناه کشته میشوید. یادمه که از اول تاریخچه این آیه میگفتن که مربوط به دوران قبل از اسلام هست که عرب دخترانشون رو زنده به گور میکردن و وقتی محمد اسلام را آورد این آیه نازل شد. بعد از نازل شدن این آیه محمد در برابر قوم خودش ایستاد و گفت که چرا دختران باکرتان را میکشید. در حقیقت به عنوان بیگناه ازشون اسم برد توی زندان برای اینکه این آیه بهشون مستند نشود و در حقیقت به خاطر اعدام دختران باکره از سوی خدا مورد بازخواست قرار نگیرن، تصمیم گرفتن که دختران باکره رو شب اعدام عقد کنن و بهشون تجاوز کنن تا همه چیزها درست انجام شود. شروع کرد که مثلا حالا دستمو بست و اینا، دست و پامو بست و اینا، از اون ور وایساده بودن میزدن. بعدش اینجوری وسط وا میکنه میگه بپر رو پات، یا پا لگد میزنه برای اینکه بادش بخوابه بتونه بیشتر بزنه. که اون موقع من اینجا بودم، اینجا میشنیدم، پیشم نشسته بودن و در مورد اینکه آهان اینا به ما حلالن، پیغمبرم هر جا میرفته چیز میکرده، چه میدونم از این جنگا میکرده و اینا، زنایی که میگرفته حلاله، یعنی ما اجازه داریم که با اینا. خیلی از این حرفا میزدن که تو اون درد و اون موقع به نظر من بلند میگفت که بشنم. من چشم‌بند داشتم ولی چشم‌بند من از پایین من میتونستم ببینم. یکی از پاسدارا به اسم پاسدار حمید کنار من نشسته بود، یه لحظه متوجه شد که من دارم نگاه میکنم، گفت سرتو بگیر پایین. گفت ببین تو این اتاق هیچ کس به جز من تو نیست. یعنی وقتی که دید من دارم هی چیز میکنم، گفت اسمت چیه؟ گفتم اسمم اینه. فامیل چیه؟ گفتم تو مسئول بودی این کارو بودی اون کارو. گفتم نه اینا اصلا همش دروغه، من هیچ کاری بودم، من نمیدونم فلان. گفت ببین تو این اتاق هیچ کس به جز من تو نیست، هر بلایی من بخوام سر تو بیارم به راحتی میتونم به سر تو بیارم، به هیچ احدی هم مجبور نیستم جواب بدم. تو جزء غنایم جنگی اسلام با محاربین اسلام هستی. بازجوها دفاع میکردن، توابا دفاع میکردن. مثلا اینی که معلومه وقتی که بخواین، مثلا بازجوی خود من گفت یا به عنوان یه مارکسیست شب اول به من گفت وای میسی سر موزن دفاع میکنی و بلافاصله اعدام میشی، یا اینکه آدم میشی تواب میشی. لحن تهدید داشت دیگه که مثلا تو حالا فقط مرگ که نیست، مثلا بمیری. قبل از اعدام که دختران باکره به عقد برادر پاسدار، یه برادر پاسدار رو تجاوز اصلا حرف نمیزدن، اینا میگفتن عقد. که من یادم ما بحث میکردیم با طبعه، میگفتم یعنی چی عقد؟ عقد یعنی که تو بری بگی من تو رو دوست دارم، تو من رو دوست داری، با هم ازدواج میکنیم، یعنی چی عقد؟ گفت نه این قانونیه، اون به چیز نمیکنه، به عقد در میاد، محرم میشه، نه فلان میشه. این توابه دفاع میکرد از این. مثلا من تعجب میکنم بعد مثلا میشنیدم بعد از زندان یا خارج زندان که مثلا کسی خبر نداره، به خاطر که هم کسی که جرمو داره مرتکب میشه ازش دفاع میکنه، هم توابی که داره اون رو برای من از نظر ایدئولوژیک و چی میگه از نظر چیز داره برای من مثلا باز میکنه که این مثلا جنایت نیست، این مثلا تجاوز نیست، این عقده. رئیس زندان بود، اسمش بعدها به بازجو تبدیل شد، سربازجو شد و بعد رئیس اطلاعات استان گیلان شده بود، به اسم حسین عابدین. کتبی نوشتیم بهش دادیم که دختران باکره رو اعدام نمی کنیم ما، در حالی که مثلا دختران باکره هم اعدام میشن. که بعد اون جواب داد که مثلا رو جواب داد که نه ما دختران باکره رو درست شنیدیم، شما دختران باکره رو اعدام نمی کنیم قبل از اعدام،
کسی که بخواد اعدام بشه قبل از اعدام باید نطمن ازدواج بکنه و بعد به عقد برادری در بیاد. مهناز یوسف زاده موقع که اعدام شد 8 آذر 1361 بود، با کسی که میخواستن ازدواج بکنه دستگیر شده بود که اون اعدام شد، اون زودتر اعدام شد، بهار اعدام شد، اون فرار کرد، یه دفعه دوباره دستگیر شد تو بهار اردیبهشت ماه بود فکر کنم، ولی تاریخش یادم نیست. ولی من تو انفرادی باش صحبت کردم، ما تو بند بودیم، بند ما روبروی انفرادی اون بود. من تو هم موقع هواخوری با زبان خودش به من گفت، دادستان بهش پیشنهاد ازدواج داده بود، گفته بود که اگر تو فقط نمیخواد اصلا هیچ، فقط تو توبه علکی بکن، من به علاقه من شدم، میخوام باهات ازدواج بکنم، ولی نپذیرفت. مادرش اینا اومده بودن برای ملاقات، بعد یه پاسداری جعبه شیرینی میبره بهشون تو ملاقات که اومده بودن ملاقات، اونا رو دعوت میکنه توی یه جعبه شیرینی بهش میده. حالا پاسدار نگفت پاسدار، گفت یه کسی گفته بود که حلالم کنید، من با دخترت ازدواج کردم. بعد مامانش هم گفته بود که اصلا نمیدونستم چی کار بکنم، خیلی یخم زد، ولی فقط تونستم، نمیدونم با چه جرأتی، باباش که اصلا نمیتونه صرف بزنه، ولی من با چه جرأتی گفتم وقتی حلالت میکنم که جسدشو به من تحویل بدی. که بعد رفتن و چیز کنش جل شیرینی رو همونجا گذاشتم، رفتن و بعد جسد رو گفتن که بعدا بیا جسد رو تحویل بگیر. بعد از چند روز دیگه الان یادم نیست که بعد از چند روز گفتن که جسد رو بهش چیز داده بودن که عکس گرفته بودن. من عکسش رو دیدم، با تجاوز قرار گرفته بود. معلوم بود که تلاش کرده بود که برای چیز تمام، حالا یا تجاوز شده بود یا نشده بود، ولی با تیراندازی کرده بودن به بدن. ازدواج نکرده بود. شهین هم یه جعبه شیرینی به مادرش داده بودن که گفته بود که من قبل از اعدام من با دخترت ازدواج کردم. نمیدونم تو انزلی اعدام کردن یا رشت اعدام کردن، ولی گفتن آره بهشون چیزم دادن، سنگ قبرم دادن تو انزلی. گفتم چته؟ تو را به جده برای من بگو، با یه چی برات بگم؟ گفتم ها
والا من از اینکه دخترم ادات دختر شهدام کردن دادتم پسر و من برای دخترامی که کشتن و شهید کردن هیچ ناراحت نیست. گفتم پس نانه با برای تجاوزی که به دخترام کردن. گفتم تو سر جد درست میگی گوها و دخترم لباساش که گرفتیم رو لباساش نوشته بوده با رو لباس نمیشته بوده که به من تجاوز شده، به من تجاوز شده. میرفتیم قبرستون، از اون برم میرفتیم همسر قبر دخترش، قبرش هم سنگ داره با قول خود اون یه جایی درست کرده بودن برای مجاهدهش خوشته بودن نمیدونم کافرستون و یه همچین. من از زبون خود پدر یه شهید خدا شده نه یک کلمش کم نه یک کلمش دیگه. سعادت شنیدم محمدرضا سعادی مادرش خواهیم داد و خواهرش هم با ما زندان بود دیگه، منصوره و محترم سعادتی که محترم بدر سعادت هم بهش میگفتن ولی تو شناسنامش محترم بود و منصور سعادتی. اول بار من ایشون بهم گفت که گفتش که رفت دادم خونشون سال 68 بود، 68 که رفتم خونه سعادتی. به من گفتش که حالا تاریخ دقیقش یادم که چه روزیه، گفت دیروز اون روزی که من رفتم خونشون جمعه بود، گفت دیروز مادر نادر ارمی رو دیدم، یک از بچه‌ای که زنده بود. گفته که شب قبلش یکی از بچه سپاه که اصلا خوب اسم نیاورد یه جعبه شیرینی رو در خونه مادر ارمی گفته که این شیرینی ازدواج دخترتونه، دیشب عروسی کرده. که من اون موقع خودشون چیزم نبود، واقعیتش خیلی از این مثلا مسئول اطلاع نداشتم. بگم که من تو رشتم ریاضی بود، از چیزای طبیعی حقیقتش هیچ آشنایی نداشتم. بعد گفته که دیشب شب زفافه شده. گفتم یعنی چی خانم سعادت شب زفاف بوده؟ بعد برام توضیح داد، گفت اینطوریه. بعد گفتش من این نمیدونی اینا قبل از اینکه بچه ها رو بخوان اعدام کنن ایشون تجاوز میکنن. اولین بار از ایشون شنیدم که برای من گفت. بعد گفتم مطمئنی؟ گفت آره. بعد پرسیدم که پس به منصور هم، چون منصور اعدام شده بود، گفتم پس به منصور هم ازدواج چیز شده، تجاوز شده فکر میکنی؟ منصور سعادتی فقط گریه کرد، هیچی نگفت، بعد عشق ریخت. خبر اعدام این بچه ها شد، مراسم گرفته شد و اون سال، یعنی اون روز همه خونه ها مراسم بود و همه خونه هم می رفتن و همون جوری که توی ایران رسم 7 روز اول و بعد 40 روز بعد خب برجه در خونه واز بود و همون جوری مرتب جمعیت می آمده و می رفته برای اصطلاح همون مراسم عزاداری. بعد یه بار یکی از خویشاوندانمون میره دم در، یه ماشین پاسدار بوده، بعد میان بیرون و میگن که شما
با اینا چه نسبتی دارین؟ مثلا خود میگه نسبت خویشاوندیش و اینا، میگه که میگن که خب پس این ما گل و شیر می آوردیم بچه های شما قبل از اینکه اعدام بشن با برادران پاسدار ازدواج کردن که این همین فامیل ما همونجا گل و شیرنی رو میندازه سطل آشغال و به من گفت من با هیچ کس هیچ وقت حرفش نزدم، برای ما گل و شیرنی آوردم همونجا من تکش یعنی شیرنی ها رو میندازه آشغال و میفهمه که یه همچین تجاوزی هم نسبت به اینا صورت گرفته. راستش با پدرم صحبت نکردم و مادرم فقط یه دفعه از من پرسید که تو فکر میکنی که با بچه های ما هم این کار کردن؟ گفتم من اصلا نمیدونم از زندان خبر ندارم، ولی خب به نظرم میاد که چون تو خانواده های زندانی سیاسی هم به خصوص دخترهای زندانی سر این مسئله خیلی بحث میشده و خیلی از تو مشهد این گل و شیرنی که آوردن ما خوشبختانه یکی از اقواممون به این تور این پاسدارا خورد که اون گل و شیرنی رو بگیره، خب یه عده پدر مادر ها رفتن دم در همونجا سکته کردن افتادن، از خبر بچهشون سکته نکردن ولی از خبر سکته کردن که به هر جهت متوجه شدن که یه همچین تجاوزی هم صورت گرفته. بر اساس روایت آیت الله منتظری که در اون زمان قائم مقام رهبری بوده، از قول آیت الله خمینی به مسئولان زندان‌ها و دادستانی انقلاب گفته است که احکام اعدام صادر شده برای دختران منافق، اصطلاحی که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی برای اعضا و هواداران سازمان مجاهدین به کار برده میشد، را به اجرا در نیاورند. وی همچنین از قضات خواسته که دیگر برای دختران حکم اعدام صادر نکنند. با اینکه به گفته آیت الله منتظری منظور وی به طور کلی عدم صدور و اجرای حکم اعدام برای زنان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده است، اما از آنجایی که برداشت عمومی از کلمه دختر به معنی زنی است که ازدواج نکرده، خود به خود زنان یعنی ازدواج کرده ها از شمول معافیتی که آیت الله منتظری ادعای صدور دستور آن را می کند خارج شده بودند. به این ترتیب به نظر می رسد از آنجایی که دستورات آیت الله خمینی حکم فتوا را داشته، بر اساس گفته های آیت الله منتظری فتوای یاد شده به این گونه به مقامات پایین تر منتقل می شود که اعدام دختران اشکال شرعی دارد و آن گونه که آیت الله منتظری در کتاب روایت خود می گوید از این طرف و آن طرف این طور وانمود کردند که فلانی گفته دخترها را اعدام نکنید، اول آنها را صیغه کنید بعد اعدام کنید. دختران باکر قبل از اعدام در زندان‌های دهه 60 در ایران نشون میده که این جنایت در مورد تعداد زیادی از دختران اعمال شده و به شکل سازماندهی شده ای انجام شده، به طوری که مقامات قضایی و امنیتی از اون مطلع بودن و یا در اجرای اون دست داشتن. عاملان و عامران این جنایت باید در برابر اون پاسخگو باشن و محاکمه بشن.